خب دوستان بیان بالا ببینیم چه خبره. دوستان بیان بالا. آقای کار یه عزیز بالا. آقای کار یک، آقای کار دو، آقای کار سه. روز عشق زنده باشید، چون هم در خدمت هم فرده شما خورده. اول نازتون برم بابت تمام زحماتی که میکشیم. زنده باشید، ممنون. چبت زدی واقعا جا داره از پدر مادرتون هم تشکر کنید. زنده باشید، لطف داری شما. جاز در خدمت برگشت آدم بشیم افتاد خدمتتون عرض کنم که من برنامه بهائیت شما رو به طور کامل دیدم. بله. دوباره تصویرتون رفت. نه تصویرم هست عزیز. تصویر شما صافه قشنگ داریم. بله جان. پس من میگم. خیلی عالی بود. دستتون درد نکنه. من هرچی دنبال کتاب قانون اساسی بهائیت گشتم پیدا نکردم. شما پیدا کردین؟ قانون اساسی که ندارن، 12 تا چیز دارن، یه سری قوانینش خاص به بیت الله. آخه بزنم به تخت بهائیت که هر کدومشون 2-3 هزار تا کتاب دارن. من نمیدونم شخصیت های بهایی آخه باهاشون هم صحبت میکنیم، خود تو کانادا زیاد بودن، یقه منو میگرفتن تو خیابون. البته پرنسی و رعایت میکردن، مثل مثلا رضا بازا و غیره نیستن که فوش بدن دعوا کنن. خیلی روش خطرناکی دارن و روش دوستیه، خیلی با روی باز میان صحبت میکنن. شما اینترنت خودتون فکر کنم ضعیفه. بعد میگفتن که تو مثلا همه کتابای بهایی رو باید خونده باشی که مثلا بتونی نظر بدی. گفتم من عمر 9 هم داشته باشم نمیرسم همه کتاباشو بخونم، چون هر کدوم از این شخصیت 2300 کتاب نوشته، اصلا شوخی هم نیست. یعنی شما نگاه کنید هر کدوم از چه بعد کتاباشون هم کوچیک کوچیکی، هر کدوم 700-800 صفحه کتابه. خب شما اینترنت ضعیفه، من چیز کنم؟ آره بخش اینترنتتون قطع شد یه لحظه. من اینو بگم، بعد هر کدومشون هم 2-3 کتاب دارن. مگه کتاباتون تموم میشه؟ شماها کتاباتون خیلی زیاده. برخواست تو بیت العدل اعظم هر روز یه سری قوانین میدن بیرون، ولی خب بهائیت کل داستانش اون 12 تا تعلیم آقای بهاءالله هستش که تو قبرس نوشت. نه تو قبرس ننوشت، توی اوکا نوشت، تو زندان اوکا نوشت. تو اون 12 مورد چیز دیگه، قوانین بهائیت، تحری حقیقت مهمترین مسئلهشه، تساوی رجال و نساء که مردان و نزنانه، داستانش مشخصه دیگه. اینا هم بسه خودشون بالاخره دور برشنگ جونم در خدمت هست. من در ببندم جونم جونم ببندم. من راستیتش اون که اولی که شما رو دوست دارم و اینا کاری به اینا ندارم. کجا هستی اول از همه؟ ایران ایرانی؟ خب جانم بذارید انتقادات رو بگو. یه بحثی که شما به حجاب اجباری میگین که آقا این رویه باید درست بشه و اینا، این خیلی مسئله امنیتیه. خب ما الان تقریبا 3-4 میلیون آدم داریم. خب بعد داشتم بعد از اون بحث حجاب انتقادات غلط حجاب رو بگو، چون حجاب رو گفتم مثلا ولش کنید دیگه. نه مسئله مشخص حرفا تکراریه تو بحث حجاب. آخه بحث حساب مسئول تکراری آخه بودی که آقا این فرقه شیرازی، خب اینا خب دم و دستگاه دارن، تشکیلات دارن، اعتقادات دارن. خب و من خودم با رفیقم هم توی همین دم و دستگاه و تشکیلات خیلی افراطی هم. خب این که اگه آقا بخواد باشد بشه یه موضوع امنیتی پیش میاد. نه 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 این حرفا نیست. جمهوری اسلامی ثابت کرده هر که الان خب بحث قمزنی هم خیلی امنیتی بود. اینجوری نمیشه، چون یه به افراطی هم که به خاطر اگه این که اصلا خیلی بده، این که جمهوری اسلامی سر چیز دیگه امنیتی اینا باز نمی کنه که توجیه پذیره، ولی اگه سر شیرازی نمی کنه که دیگه هست بچه اقتدار یا چه چیزی. نه این چیزا به بحث حجاب واقعا توجیه نداره تو خیلی بحث قابل توجهش ندارم. باش موافق که نیستم. من از منظر اینکه شما امنیتی نگاه میکنید مسائل من گفتم امنیتی فقط مسئله که حجاب داره اینه که اگر حجاب الان به صورت رسمی برداشته بشه، اپوزیسیون به این نتیجه میرسه که پس با فشار تونسته یک بالاخره بخشی که نظام روش چیز داشته رو برداره، مثل دومینو بخشای دیگر رو میافته. وگرنه فرقه شیرازی تک کی باشن که به خاطر اونا بخواد حکومت مثلا چیزی رو اعمال بکنه یا نه.
به نظر حالا این یکم دور از واقعیت چون هستن، چون اینا من خودم تحرکاتشون رو دیدم توی قوم و جاهای دیگه تحرک دارم، من خودم میگم که رفیق دارم که خب خیلی ضدیت خیلی درست، یعنی بس. از نظر خودش مبنایی درست داره خب، و اینکه توی این ضدیتشون هم پافشارم و اینکه معتقد و اینکه اگه بخواد وارد مثلا یه سری کارهایی مثلا عملیاتی هم بشن میشن خب، من از این منظر گفتم که حالا میتونه بحث امنیتی هم پیش بیاد اگه بخواد. خب مورد بعد از حجاب چیه؟ مورد بعد از حجاب چون این اصلا بحث حجاب حالا منو بد میکنه. مورد بعد از حجاب چیه؟ آره چون اینو حالا من از منظر امنیتی گفتم، برای همین گفتم آره. که چند که سر این بشقاب پرنده و اینا که شما گفتین خب، آه بله، یه برنامه ساختین مال تشییع سردار سلیمانی بود خب، بله. به نظرم یکی از برنامه خیلی ضعیفتون بود، اینکه یه هلیشات میاد بالا خب، اینا که چیز میکنن دور بینه، بله فیلم برداری میاد این میاد و اینو شما ربطش دادین به بشقاب پرنده و اینا، این خب یکم یعنی یک خیلی چیز بود، ضعیف بود به نظر من این برنامه تون. برنامه رو خیلی وقتی ساختم، ولی این مورد دوم رو اون موقع یکی دو تا خبرگزاری بین‌المللی زده بودن از روی اونا چیز کردن، یعنی در مورد بحث بشقاب پرنده من هیچ وقت نظر خودم رو ندادم چون تخصصی ندارم، همه رو در چارچوب ژورنالیستی ساختم، یعنی چیزایی بودی که مطرح شده. اولام که دیدید آمریکا دیگه تو پنتاگون دیگه الان من اصلا پول و بودجه قرار دادن براش، ولی من باید نظر خودم ندارم چون این بحث تخصصیه و منم تخصصی ندارم، در چارچوب اخباری که منتشر شده من اومدم کار کردم. مورد بعدی، مورد بعدی چون یه عمر اولید بالا خب این چیزا فرم می‌ذارم، ولی خب کارتون درست من پخش می‌کنم. زنده باشید کوچیکتون، دمتون گرم، فردا تا بشم زنده باشید فردا شما. من التماس می‌کنم از همه دوستان در دفاع یا رد بشن نیاید بالا اصلا، چون بحثیه که حال منو بد می‌کنه، بحث حجاب یکی دوبارم این بحث حجاب واقعا حالم بد شده، مسائلش هم خیلی برای من حل شده است و اصلا نمیخوام واردش بشم، چون واردش بشم کانتکست بحث حجاب پایینه دیگه، سطحش پایینه و متاسفم نظام از روز اول یک بحث سطح پایین رو موزل کرد دیگه، من تا جایی که نیاز بوده ورود کردم، واقعا دیگه نمیخوام ورود کنم. ورود در شما جانم بفرمید. سلام. سلام آقای جان، خوب هستید؟ زنده باشید جانم، بفرمید در خدمتم. خب من یه سوالی از شما داشتم، خیلی سوالای زیادی از شما دارم. فقط ثابت پس بشینید که ثابت بشینید که صداتون قطع و وصل نشه. صداتون رو ثابت کنید. بفرمایید جان. یکی از این سوالام این بود که نمیدونم احساس میکنم شما دچار یه چیزی شدم. بگو راحت. یکی مثلا اگه شما به سال 57 برمیگشتین با همین اطلاعاتتون، با همین دیدگاه الانتون، آیا پشت ارتش رو میگرفتین یا انقلابی ها رو؟ 100% پشت شاه بایستادم. با اینکه میدونستین ایران روزی به اینجا میرسه و نه اون موقع نمیتونستین بفهمین. ببین شما تو اون مقطع 57 نمیتونستی بفهمی خمینی توانایی داره. ببین واقعا شاهکار کرد که تونست جمع کنه، من که نمیتونم پیش بینی کنم میتونه جمع کنه، واقعا پیش بینیش به دور از عقل بود، تمام بحثای میدانی این بود که ایران نابود میشه، من پشت شاه وایمیستادم. نه من حرف من اینه که مثلا همین الان شما به نظرتون اگه پهلوی ادامه پیدا میکرد بهتر بود یا این انقلاب به نفع ایران بیشتر؟ اینو از من الان میپرسی اگه سال 57 بودم میپرسی؟ نه الان به نظرتون پهلوی ادامه پیدا میکرد بهتر بود برای الان؟ الان تاریخی که اتفاق افتاده، نه تنها بحث پهلوی، تو 1400 سال گذشته اصلا بعد از ورود اسلام به ایران ما امروز قوی ترین ایران رو داریم و بیشک الان من خیلی الان رو دوست دارم، یعنی چون ما الان درسته یه سری مشکلات داریم ولی اون اقتدار اصلی ایرانیت هم برگشته، هم ما امید داریم برای آینده که بتونیم امپراتوری ایران رو تشکیل بدیم و عزت به این مملکت برگشته. من الان 100% الان و رهبری ببین شما آقای خامنه ای به هزاران دلیل خیلی اصلا قابل مقایسه با محمد رضا شاه نیست، از نظر لیاقت و این از نظر اینکه کشور رو تونستن نگه داره اینا. ببین شما سلیمانی مثال دیگه، نماد این داستان سلیمانیه، روی لباس سلیمانی شما یونیفرم سلیمانی یه مدال نمیبینی، ولی روی مثلا خود محمد رضا شاه و تمام جنرالاش پر مدال میبینی، ولی اون مدالا فیکه، مدالای دوزاریه، ولی فرمانده واقعی جنرال واقعی سلیمانی به هزاران دلیل
امروز اگر از من میپرسید میگم که خیلی خوب شد که خامنه ای امروز رهبر من بوده. بعد به نظرتون این بحرین یه توییت زدیم که به لحاظات ملکوتی برگشت بحرین رسیدیم، آیا این نزدیکه یا مثلا برای 20 سال دیگه است، برای 50 سال دیگه؟ نه 20 سال 50 سال که من خودم اعتقاد ندارم. نه ببین، وقتی که بیانیه سپاه اونجوری میره، خوشبندش کیهان که خیلی رابطه نزدیکی داره بالاخره با دستگاه امنیتی، چون آقای شریعت مداری جزو مریدان آقای خامنه ای با ارتباط نزدیک دارن. اینا چیت میزنه استان بحرین، اینا همه نماده دیگه، و خود مردم بحرین هم بخش قابل توجهشون خواستار پیوستن به ایران هم. به نظر من ببین، همه اینا یه مثل دومینو، یعنی اتفاقی که رخ بده، آمریکا که رو به اصول داره یه سری چیزا مثل دومینو رخ بده، خیلی راحت هم اسرائیل کارش تموم میشه و همین کشورک ها زیر مجموعه ایران میشه و حتی آمریکا هم تجزیه میشه. و اینا چیزی نیستش که چیز عجیبی باشه، داره اتفاق میفته. ببین شما مثلا 10 سال پیش آخه میدونی چیه، اتفاقات سیاسی اینجوری نیستش که یه دفعه بگن این اتفاق افتاد همه دست بزنن. شما 10 سال پیش هیچ کی فکر نمیکرد، اصلا هیچ وقت ما اعلام نکنیم عراق دست ما، ولی الان عراق دست ما. ما اعلام نکردیم لبنان دست ما، ولی لبنان دست ما، سوریه دست ما. یه جام نگفتن آقا مثلا سوریه آزاد شد، الله اکبر، همه بریزن خیابون. یعنی ایران از این جار و جنجال رسانه‌ای دوره، ولی در میدان عمل داره کاراشو میکنه. یعنی الان شما 10 سال پیش زمانی که آقای بوش حمله کرد به عراق، فکر می‌کردیم یه روز عراق کامل دست ما باشه، یا مثلا سوریه دست ما باشه، یا مثلا لبنان دست ما باشه؟ این اتفاقا، یا حتی در یمن الان بچهای حوثی هر روز دارن پیشروی میکنن. منتها جار و جنجال، ببین زرنگ اونه که بدون جار و جنجال رسانه‌ای کارشو کنه. الان مثلا در حوزه اقتصادی که من خیلی دوست دارم بدونم من پولم از کجا میارم، من جار و جنجال رسانه‌ای جای دیگه است. تو مسائل اقتصادی مثلا جار و جنجال راه نمیندازم بیام بگم، یا مثلا میرم تو محیط کارم یک بار مثلا عکسی فیلمی هیچی در نمیارم، برای اون کاری که دارم انجام میدم ولی وقت بعد دارم توی فضای کار نشون نمیدم، ولی دارم زیرزمینی چیکار میکنم، خودم از نظر مالی قوی میکنم. چرا آدم باید بیاد علنی بگه؟ جمهوری اسلامی هم این کارو داره میکنه. یعنی جمهوری اسلامی هم در حوزه مالی جانم بفهم. آقا به نظرتون ضرر نمیرسونه؟ خب مثلا الان چند وقت، دو سال پیش یه سال پیش بود، یک کلیپ از مسیح علی نژاد دیدم، اون رهبر لبنان اسمش یادم رفت، اون میومد تا ایران نفت، تا ایران نفت داره ما نفت داریم، تا ایران سلاح داره ما داریم. و من خیلی بهم برخورد، یعنی چی مثلا میام پول ما رو میزن تو حلق لبنان؟ ولی خب وقتی حرفای شما رو شنیدم، لبنان زیر سلطه ماست یا مثلا اینطور چیزا، خیلی خوشحال شدم از یه منظر. من نظرم اونو لبنانی ها، ببین اینو به نظر من لبنانی ها بعد ناراحت میشن اگه مثلا اون لبنانی های ناسیونالیست، نه مثلا مردم ایران. چون آخه حسن نصر داره میگه آقا ما یکی از استان های ایرانی، پول ما رو ایران میره، چون ما یکی از استان های ایرانی. به نظر من که دمش گرم این حرف رو زد. ببین متاسفانه ما در زمان شاه این مشکل رو داشتیم، ما شکست رسانه چون دست همین الان هم فکر میکنم این صدا سیما دست بخش قابل توجه از این بهاییاست. یعنی شما نگاه کنید تمام برنامه‌ای که تو صدا سیما میتونه کاری کنه، مثل برنامه ثریا، برنامه جهان آرا، اینا که دیگه ته بچه حزب‌اللهی ان، شاید یه اتاق هم گیر کنی منو بگیرن یه پس کتک بزنن عقاید مذهبیمو خیلی علنی بگم، ولی جلوی برنامه اینا رو گرفتن. یا آدمی مثل حامد زمانی که این دیگه خب خیلی خوب داشت برای اینا کار میکرد، میخوند این وقت خونه نشینش کردن. یعنی ما تو بحث رسانه شکست خوردیم. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی، شما نگاه کنید تا سال 94 اینا داشت شهدای سوریه رو یواشکی دفن میکرد، در حالی که اتفاق سوریه یک شاهکار واقعا تمدنی بود که ایران انجام داد. خیلی حرف بود، 80 تا کشور گفتن بشار اسد باید بره، جمهوری اسلامی با نباید بره. اونایی که گفتن بشار اسد باید بره، همشون کارشون تموم شد. از اوباما بگیرید تا سارکوزی، همه اینا، از سارکوزی هم مال فرانسه خیلی ادعا میکرد، همه اینا خونه نشین شدن. ولی بشار اسد امروز تصمیم تنهایی ایران، واقعا ابتدا به ساکن ایران جلوی این داستان گرفت. سال 94 تازه روسیه اومد پشت ما در میدان عمل، تا قبل از اون فقط بهتون. ولی شما اینو جمهوری اسلامی جرئت نداش بگه. یعنی ما تو فضای رسانه این شکست کامل خوردیم متاسفانه. این اصلا تلاشی هم نمیکنه برای بهبود این فضای رسانه. مثلا شما کره جنوبی رو نگاه کنید، کره جنوبی به شدت داره سلبریتی پروری میکنه و تمام مردم دنیا عاشق سلبریتی های اونن، به عشق سلبریتی هاش حتی زبان کره ای یاد میگن.
شما مثلا نمیدونید بین نوجوانای دختر ایرانی مثلا چه خبره، همه دنبال اینا زبان کره ای یاد بگیرن، آرزوشون برن کره. وقت اندازه استاد ایلام هم نیست که مثلا خود کره. ولی مثلا من الان یه مصاحبه دیدم از یه دختر ایرانی که با یه بلاگر کره ای حرف زد، گفت مردم ما ترحم برانگیزن، مردم الان کره بالاست ایران پایینه. خب خیلی خیلی نوجوانه ما حالا من یه چیزی بهتون بگم خندتون بگیره، چون دخترای کره جنوبی انقدر وضعیت اقتصادی کره جنوبی خرابه، انقدر خرابه که دخترای کره جنوبی ده ها گزارش وجود داره، یعنی اینی که دارم میگم از رو آسمون نیوردم بگم، شما سرچ کنید تو اینترنت ده ها گزارش وجود داره که دخترای کره جنوبی میگن به خاطر وضعیت بد مالی ما دنبال اینیم یه پسر اروپایی بیاد ما رو بگیره بریم. یعنی اونا اینجوری فکر میکنن. اون وقت خب این دیگه برای همین آقای خامنه‌ای میگه اگر ما تحریف و شکست بدیم بزرگترین مشکل ما تحریفه، در حالی که اندازه میدانی مردم ایران نسبت به خیلی از کشورهایی که من دیدم واقعا سطح زندگیشون خیلی بالاتره، ولی جریان تحریف یه کاری میکنه که شما حتی آرزوی رفتن به کره جنوبی، زندگی در کره جنوبی رو داشته باشید. اون بحث سلبریتی های کره جنوبی هم اینم بگم، انقدر وضعیت اقتصادی کره جنوبی خرابه، سر هر اتفاقی که میفته، سر همین کرونا که میفته، سلبریتی هاشو میان کلی از درآمد خودشونو به دولت میدن که کمک بکنن که مثلا مقابله کنه با کرونا اینا. این هم ولی سلبریتی های ما نمیتونیم واقعا بیش از این دیگه سلبریتی پروری کنیم، چون سلبریتی های ما یه مش آدم های مفخر بی سوادن که همشون هم تحصیلاتشون پایین بوده و اینا فقط وقتی یه اتفاقی میفته قور میزنن به جون حکومت، هیچ وقت سر کیسه رو شل نکردن که بگن آقا این بخشی از ثروت خودشو مثل زالو میبینن. شما وقتی آقای فرخ نجات میگه من بعد خیلی حرفش برای من اینجا سنگین بود، میگه من $10,000 دیدش زایدم که بفرستم آمریکا. من خیلی برام خنده داره، چون کسی که تو آمریکا زندگی میکنه کارمند بانک آمریکا ماهی $2,500 نهایتاً اگر با سابقه باشه، چون کارمندای بانک $2,000 حقوق میگیرن. آقای فرخ نژاد 5 برابر حقوق یک کارمند بانک رو میخواد بفرسته کشور آمریکا به پول آمریکا، میگه من زیرش زایدم. خب ببینن دکتر مهندسش هم زیرش میذات اونجا، خیلی زیاده $10,000 با یک وقاحتی توقع داره. این توقع یعنی برای همین ما مجبوریم یه جنبش تحریم سلبریتی ها یا آنفالو سلبریتی ها را بندازه. خیلی فرق داره با کره جنوبی. در حال این جریان تحریف دیگه، تحریفی که میکنه. مورد بعدی که من میخوام بگم، من در مورد ایران پس آقای خامنه‌ای یکم میپرسم. مثلا فکر میکنم اگه اون زمان آقای رفسنجانی رهبر میشد چه اتفاقی میافتاد؟ واقعا ایران خیلی وضعیت خراب میشد. آیا به نظرتون فکر درستی کردن برای بعد آقای خامنه‌ای؟ نمیشه تاریخ اینجوری قضاوت کرد. شاید رفسنجانی میبود، چون رفسنجانی یه دفعه نگاهاش عوض شد دیگه. یعنی رفسنجانی گام به گامه، شاید رفسنجانی رهبر میشد اینقدر نگاهاش عوض نمیشد بره به اوسم. ولی امروز اگر مثلا بخواد بگیم رفسنجانی به جایی که رسید، خب فاجعه بود دیگه، ایران تسلیم میشد، ایران تسلیم تمدنی میشد، چون این دیگه اواخر عمرش میگفت گفتمان موشکا نیست، در حالی که دیدیم همین موشکا باعث شد که آمریکا به ما حمله نکنه. سر عین الاسد که ما انتقام گرفتیم سر سردار، دو عامل باعث شد که آمریکا جواب نده، نه با اینکه آمریکا گفته بود من جواب میدم. خیلی از این موارد پیش اومد، یکی نفوذ منطقه ای ما بود، یکی هم موشکای ما بود، هر دو تاش آقای رفسنجانی میخواست ببخشه. آدم کثیفی بود در کل رفسنجانی. بله درسته. یه سوال دیگه هم داشتم، نمیدونم شاید سوال سطح پایینی باشه. آقای خامنه‌ای موقع عید نوروز تو تلویزیون صحبت می‌کردن، می‌گفتن ایران هم دشمن MC داره هم جنی، و خیلی مسخره کردن این حرفشون رو که آره جمهوری اسلامی فکر میکنه کل کائنات باش در تضادن و میخوان باش مبارزه کنن. و خب من چند وقت پیش فیلم دیدم، حالا این قسمت از فیلم بود که مثلا همه دور یه میز نشسته بودن، مقامات فکر کنم آمریکا بودن، بعد مثلا یه جن رو احضار میکردن، میمد یه پرونده دفاعی از ایران رو میآورد، میگفتم ما خیلی دنبال این پرونده بودیم. این مثلا حقیقت داره؟ مثلا دین زرتشت این چیز من در مورد اظهار نظر آقای خامنه‌ای
من یه چیز کلی رو میگم. ببینید من در مورد این نوع اظهار نظر رهبرای دنیا اصلا چیز نمی‌کنم. نظر نمیدم چون رهبرای دنیا یک سری حرفا رو باید بالاخره بزنن. ولی اگه قرار به مسخره کردن این جمله آقای خامنه‌ای باشه که تمام رهبرای خودشواکراسی آمریکا و اروپا که حرفای عجیب‌تری میزنن که شما همین الان شما دیدید سر همین شلوغی‌هایی که سر آقای جورج فلوید انجام شد و خب اخلاق اپوزیسیون و خانم المهناز و لفشار هم دیدیم که یک شهروند عادی رو گفتن این پرنستار بیره جل کردن این هم اخلاقشون. آقای ترامپ برای مقابله با اینا رفت کتاب انجیل گره گفت به این انجیل قسم جلوی این فیلیسا قسم من جلوی اینا وای نیستم. با شما یکی از مقامات ایران این کارو کنه قرآن رو بگیره بگه من به این قرآن قسم جلوی مثلا اغتشاشگرا وای نیستم ببینید چه قیامتی میشه. ولی سر ترامپ قیامت نشد. یعنی به مراتب حرفای خیلی عجیبتری آقای ترامپ و مقامات دنیا میزنن و طبیعیه شما نکنید همه سخنرانی آمریکا همش آخرش میفته خدا به آمریکا برکت بده. 10 بار خدا خدا میکنه 10 بار برکت. الان کاخ سفید خودش هر سال داره برای مسلمانای سنی سفره افطار طعم میکنه. الان خیلی ساله حتی هم اوباما طعم کرد هم آقای ترامپ با وجود اینکه میگفتن تایتل اسلام ستیزی داره چون اینا خیلی با اسلام حقیقی هم خیلی جورن هر سال داره سفره افطار هم طعم میکنه اینا و این رهبر دنیا این حرفا میزنه. من فقط برام ببینیم چیه مشکل. مشکل اینجاست که دشمنان وایستادن یه سری حرف در میارن. ببین شما وقتی میخواهید ببین این یادتون باشه شما حال کسی رو بخواید بگیرید حرف کسی رو نفع قبول کنید واجب واجبش رو میتونید مسخره کنید ولی اون مسخره کردنه شما رو به حقیقت نمیرسه. فقط این نشان دهنده اینه که طرف عقده داره میخواد خودش رو خالی کنه. یعنی الان که جنگ دشمنای من دیگه مثلا اینو دیگه من حسشون میگیره از من دیگه کاری ندارم من چی میگم گوش میکنن واجب واجبه رو مسخره کنن. این دیگه شما رو از اون حقیقت دور میاره چون شما با تنفر داری به یکی مخالفین آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای به عنوان یک موجود تنفر انگیز دارن نگاه میکنن. برای همین هر چی ایشون بگه مسخره میکنن و در این حال از کسایی دفاع میکنن مثلا از آمریکای دفاع میکنن که حرفای عجیب تری نسبت به آقای خامنه‌ای رهبرانی که میگید اینا یه مسئله‌ای که خود روشنگری آمریکا افشا کردن که اینا جلساتی دارن که خون بچه میخورن یه بچه رو قربانی میکنن خونش رو میخورن. و خانم هیلاری کلینتون بگه اینا الان روشنگران آمریکایی 10 ویدیو توی یوتیوب دادن صحبت کردن چون حالا مثلا مدرک قوی نداشتن من نمیدونم مطرح کنم. ولی این بحثا پشت مقامات آمریکاست. حالا اینا میان مثلا گیر میدن به بخشی از صحبت خامنه‌ای اینا خنده داره به نظر من. درسته. شما برنامه ساختیم در مورد حرفای آقای حسن عباسی در مورد اسلام و اینکه وارد ایران شد و این حرفا. من چند وقت پیش رفتم کلمه مجوسی رو شنیدم برام عجیب بود. رفتم تحقیق کردم دیدم تمام مراجع تقلید ما حتی آقای خمینی هم میگه که مجوسی ها چون دین الهی ندارن حالت معذرت میخوام میگم که نجس هستن و نباید بهشون دست بزنی اینا. فقط آقای خامنه‌ای میگفتن که چون اینا خداپرست هستن و پیام برداشتن نه اینطوری نیست و به صراحت گفتن. من سوال همینه که به نظر شما یا این تفکر آقای حسن عباسی ممکن حتی آقای خامنه‌ای هم داشته باشه مثلا در مراتب بالاتر؟ اینا که احتمالات من که تو اتاقشون نیستم که بدونم میشه دقیقاً خصوصی چی فکر میکنه چی اینا همه احتمالات. ولی خب کلا خیلی مسائل روشنه دیگه. حالا من دوست ندارم خیلی بازش کنم. بعد یه سوال دیگه هم شما همیشه میگین که مثلا تو ایران مطالعاتتون فقط ضد نظام بوده وقتی رفتون خارج مطالعاتتون گسترده تر شده خب فکرتون هم تغییر کرده. من به استناد همین حرفتون میخوام این سوال ازتون بپرسم این که خب شما در مورد اسلام همیشه حرفای همین علی دشتی همین فرود فولادوند همین اینا رو گوش دادین آیا حالا هیچ وقت در حرف موافقاشون رو گوش دادین یا در جهت موافقت تحقیق کردین که مثلا این دوتا رو کنار هم بذارید؟ خب به نظر من اسلام دیگه اونقدر وحشتناک نیست که مثلا داعشی باشه. خب نقطه زیادی بهش وارده ولی خب نمیدونم شما من اجازه دارم از حق من اجازه دارم از حق سکوت هم استفاده کنم در این مورد نظر ندم؟ اشکال ندارم. قربتون خیلی ممنون که اومدید بالا. زنده باشید. خوش میکنم. ممنون. خدا شما باشم. با اجازه. این لایو رو دوستان میبندم. یه ساعت چنده؟ شاید یه
دیگه و منم بالا قربونتون برم زنده این لایو رو میبندم نه دیگه ساعت دیره بعد برم خونه وگرنه شب خانومم رام نمیده دمتون گرم خیلی ممنون که همراه بودید من خب کسی که سوال میکنم خب بیشتر نگرم میدونم چون یه دیالوگی ایجاد بشه دمتونم گرم و بعدم باز میام شما رو میارم دیگه دیر وقت داره میشه اینجا من برم خونه که یه شام هم باید بخورم تو خونه برم و دمتونم گرم و زندم باشید و لطف کردید اومدید و خیلی خیلی کوچیکتونم دمتون گرم درد و بلاتون بخوره سر دشمنای ایران تحت تاثیر پروپاگاندای دشمنان قرار نگیرید شب و روزتون خوش بدرود.